پرسشهایی رو مطرح میکنن داشته باشیم. بنده تصور میکنم در درجه اول باید توجهشون رو به این مسئله جلب کرد که شایسته سالاری امر یک دستی نیست. اون چه که بهش میگیم شایسته سالاری و اون چه که طالبشی لااقل در سه زمینه باید بهش توجه. یکی بخش مسئولان سیاسی است، اونهایی که منتخبن، همونی که به موردشون در آمریکا اشاره کردی که چه وضعیتی دارن و خلاصه بسیارشون در معرض خرید و فروشن، نه به طور کامل لااقل برای بعضی آرایی که میدن، بخش عمده ای از اونها همینطوره. بله، این رو مردم باید دقت داشته باشن که تنها ضامنش دموکراسی است. این که چه کسی میاد قدرت رو میگیره و آیا اون کس قابل هست یا نه، از دوران باستان موضوع اصلی مباحث فلسفه سیاسی. دوران کلاسیک اگر بگیم، این دوران باستان یا در حقیقت قرون وسطی و رنسانس، داستان از این قراره که چه کنیم که شایسته ترین افراد بیان بالا و به فرمان روایی رسن. راه های پیشنهاد شده، به هر صورت اون ورق برگشته، چون در دوران جدید سوال مرکزی فلسفه سیاسی این نیست دیگه که شایسته ترین افراد کی هستن. میپرسن چه کسی مشروعیت داره که بیاد به حکومت بکنه، و این مشروعیت هم در دوران جدید مترادف رأی گرفتن از مردم. اون اشاره که شد راجع به این که آقا این سامان انتخاباتی ایران باید طوری بشه که میزان پولی که میشه برای تبلیغ انتخاباتی خرج کرد محدود باشه به یک سال. عذر میخوام، این بسیار بسیار مهم ضامنی است برای اینکه به خاطر اینکه پول بیشتر بگیرن نرن آرایشون رو از پیش بفروشن، یعنی یک موقعیتی مثل آمریکا پیش نیاد. آسان نیست، ولی این یکیشه. یه بخش دیگری داریم مربوط است به دستگاه دولت، اینکه چه کسانی وارد دستگاه دولت میشن، مثل همین جوانی که خاطراتی نوشته در روزی گرفتن مالیه استخدام بشه. خب عضوگیری دستگاه دولت معمولا به طور خیلی کلی اگر آدم بخواد بگه کلا دو راه داره. یه راه تیپیک فرانسویه و مال بعد از انقلاب که کمابیش از همون ترتیباتی که براش قائل شدن هنوز دوام میره، این است که یه سری مدارس عالی هست، مردم میرن رو درس میکنن و این مهمه، یه سری کنکورهای عمده استخدامی هست. شما وقتی در این کنکورها قبول بشید میری به یه نوعی کریرتون مشخصه، برشت وارد کریر میشید، کجا برید چقدر برید به خودتون بستگی داره. ولی کنکوره، میگن آقا تو کارتو بلدی یا نه، مدرکت بلدی، مدرکت چیه، نمرت چی بوده، بیا بالا. یه جنبه های مثبت داره، در خود این مملکت گاه رو جنبه های منفیش هم انگوش میگذارن. بله. میگن که مثلا از ابتدا تکلیف همه روشن میشه، اینا تو خودشون بهتر میدونن، دیدن چند قرن این کار میکنه. یه مورد دیگری هست که اون یه نوع مورد قدیمیه، مثل مورد انگلستانه، ولی اون ادارش بسیار بسیار مشکل. در مورد انگلستان هیئت حاکمش هیچ وقت با کنکور و اینا به این صورت وارد نمیشه، یعنی در اشخاصی هستن که استخدام میشن به نسبت قابلیت میرن بالا. خب ولی این حساب کتاب استخدامشون رو نگه میدارن. و یه نکته ای رو که باید در نظر داشت، اون طبقه حاکم انگلستان که الان دیگه چند ده هست که اصلا پاشیده در حقیقت، اون قابلیت رو نداره، یعنی افرادی در دلش تربیت میشدن که بیان کار دولتی بکنن و مملکت رو بگردونن، مثل پدرشون، مثل عموشون، مثل پدر بزرگشون بایوقات، اینها میامدن بعد وارد دستگاه دولت میشدن، نه به این عنوان که بی حساب فقط به خاطر اینکه فرزن از هزار فامیلن برن بالا، نه، به این دلیل که اینا از یه خانواده های آمدن که این کارها رو بلدن، با یه ارزش های آشنا، یه نوع تربیت خانوادگی دارن که مناسب این کاره. وقتی آمدن از وجود اینها استفاده میشه. خب ترقیشون هم بستگی به قابلیتشون داره، ترقی پیشاپیش نداره. این مورد در خود انگلستان پاشیده به این دلیل که خودشون هم به اصطلاح معترفن، سیاستشون هم معلومه اصلا معترف باشن یا نباشن احتیاجی نیست. نکته که خودشون میگن فرزندانی معمولا از این خانواده ها میامدن و به یه نوعی نخبگان سیاسی ما رو تغذیه میکردن، همه رفتن دنبال کار اقتصادی، دنبال پولدار شدن، کار سیاسی استعدادهای درجه اول رو دیگه در مملکت ما جذب نمیکنه. خیلی مهمه به خاطر اینکه جذب کردن رفتن به طرف سیاست، یعنی شما پول عمده نخواهید گرفت،
بروبیای اونطوری نداری، زندگی خیلی گر و شادی نخواهی داشت، پرستیژ خدمت به مملکته و افتخار خدمت به مملکت، یه روحی خاصی میخواد. خب حالا این دوتا هست، همینطور که بنده عرض کردم از نظر میده یه بخشش از شایسته سالاریه که اون در دل جامعه انجام میشه، اصلا به دولت رب نداره، که قابلتر میاد بالا، فرضاً در فعالیت اقتصادی یا مثلا در فعالیت هنری که ارتباط مستقیم به دولت نداره، یه جا ارتباط پیدا میکنه که این کار باید قاعده داشته باشه، این تقلب نشه دوش، این خیلی مهمه. دولت این بازار رو، این محل رقابت رو کنترل میکنه، نه با دخالت، با حفظ قوانینش. بخش دیگرش هم طبیعتا مردم بستگی داره و در اینجا که بنده میگم دولت کنترل میکنه، ما این کنترل رو با دولت استبدادی نداریم، به خاطر دولت استبدادی اونجا پاشو میذاره، قانون مانو خبری نیست، اونی که من میخوام میاد بالا، پارتیش منم، به اون میگم، به اون میگم، به اون میگم. حال در این مجموعه اگر بخوام نظر بکنیم، محور اساسی دولته و مناسب انتخابی، منتها باید توجه داشت که این مناسب انتخابی در معرض خرید و فروش واقع نشه، یعنی میزان دخالت پول رو در انتخابات محدود کرد. این نظر مهمتره. یه بخش دیگه اش میمونه که مسئله اجتماعی که روشنه، چون قوانین حفظ خواهد شد، مسئله اداریه خیلی مهمه، خیلی. مثلا در مورد آمریکا عرض کردم، گفتم الان کسای صداهایی که به دفاع از منافع ملی آمریکا بلند میشه از دل اداراتش میاد، این نشون میده که تمدنی پایه داره، فرهنگی در اونجا هست، خدمت به مملکت، منافع ملی، اینا معنی داره برای مردمش. اونایی که در دستگاه اداری هستن این کارو میکنن. حال ما چطور بیایم و این کار رو بکنیم در مملکت خودمون؟ چون اون مسئله هیئت حاکمه و اینها در حقیقت در مملکت ما از سالهای 1330 تقریبا تمام شده است. تصور میکنم ما باید بریم به طرف یه ترتیباتی از مسابقه و کنکور و این نوع چیزا که بی‌طرفانه باشه و بیان استخدام شن و برن مالا.